سلام سلام امیدوارم که خوب باشین من اومدم راجع به انعام دادن یا تیپ دادن توی کانادا براتون صحبت بکنم بگم که اینجا با اونجا خیلی فرق میکنه امیدوارم ویدیو به دردتون بخوره و سوتی که ما اون اول موقعی که اومدیم دادیم رو شما ندید من مرسده هستم اگر دفعه اول که اومدی توی کانال خوش اومدین امیدوارم این ویدیو, این ویدیو رو ببینین و به دردتون بخوره و اگر که دوستش داشتین آخرش زحمت بکشین لایکش بکنین خب راجع به انعام دادن یا به قول حالا خارجی ها تیپ دادن تو ایران با اینجا خیلی فرق کرد تو ایران من یادمه که یه رستوران مسلمی بود بنده خدا کباباش خیلی خوشمزه بود تو بازار و یه آقای دم راه پله وای میساد همیشه مثلا هدایت میکرد و اینا بعد همیشه هم صف بود میرفتیم غذا میخوریم میومدیم و موقعی برگشت خیلی بهش تیپ میدادن یا انعام میدادن نوید که همسر من باشه همیشه تیپ میداد به این بنده خدا و من همیشه به نوید گفتم چرا تیپ میدی این اینجا کارش اینه که وایسه داره درامت, درامت داره پول میگیره و ما نباید به بهش مثلا تیپ بدیم حالا نه فقط به اون شخص این یه مثاله کلا من با تیپ دادن یا انعام دادن مشکل داشتم گفتم توقع طرف رو میبریم بالا که بعد اگه کس دیگه بهش تیپ نده دیگه یه جورایی طلب کار میشن و میگن که نه اصلا جزو واجباته و من اینو دوست نداشتم ولی خب نوید مثلا یه جاهایی دست و دل بازتر از من عمل میکرد و این کارو میکرد حالا اینجا داستانش چیه اینجا تیپ دادن و اگر ازشون بپرسید که آیا چیز اجباریه یا نه میگن نه اجبار نیست ولی یه اجبار غیر مستقیمه یعنی روشون نمیشه بگن اجباره ولی اجباره شما هیچ وقتی میرید توی رستوران توی کافه توی بار هر جایی وقتی که یه نفر میاد به شما یه خدماتی میده برای شما غذا رو سرو میکنه از شما اردر میگیره سفارش غذای شما رو میگیره خب در حقیقت داره یه خدماتی ارائه میده که صرفا برای شماست و توقع داره که شما بهش انعام بدید و این انعام حالا مبلغش بعد چقدر باشه انعام مبلغش مختلفه خیلی جاها خیلی رستوران ها مثل مکدانالد مثل کی سی و اینا رستوران های این مدل زنجیره ای ام، یه مثلا صندوقی شیشه ای چیزی دارن که میتونید نقد توش انعامو و بریزید یا اینکه اون موقع که دارید با کارت تو این روی این خانه پرداخت میکنید مبلغ رو میتونید اونجا انتخاب بکنید که مثلا چند درصد میخواید تیپ بدید و تیپ یه موقع هایی بر اساس میزان مبلغی که شما میخواید بدید یه موقع هایی هم بر اساس درصده یعنی شما مثلا 10 درصد از مبلغ رسیدتون رو میخواید تیپ بدید یا 15 درصد از مبلغ رسیدتون که خب مسلما هر چی مبلغ اون غذای شما یا حالا هر چیزی که خوردید خریدید و اینا بیشتر باشه خب اون درصدش هم بیشتر میشه به صورت نرمش اگر بخوام بگم نرم تیپ دادن توی کانادا 15 درصده یعنی شما 15 درصد از اون رسیده خریدتون یا سفارشتون رو تیپ میدید و روی اون پیمپد یا روی اون کارتخانی که میارن براتون که مبلغ رو پرداخت بکنید گذین های مختلف داره و شما انتخاب میکنید که میخواید 10 درصد بدید 15 درصد بدید یا مثلا حتی بیشتر و انتخاب میکنید و اون خودش اتومات حساب میکنه مبلغ رو این رو اضافه میکنه به رسید شما و اون مبلغ کسر میشه از کارت شما و شما توی اون رسیدتون میتونید ببینید که چقدر تیپ دادید و این موضوع باعث میشه که شما همیشه اگر میرید رستوران جایی و مثلا منور نگاه میکنید روی اون قیمت و اون مبلغی که جلوی هر غذای مثلا برای منو توی منو زده نگاه میکنید مثلا ممکنه پیش خودتون بگید خب من امروز مثلا اینو اینو سفارش میدم میشه 50 دلار ولی معمولا وقتی از رستوران میای بیرون بیشتر از اون مبلغ پول خرج کردید بخاطر اینکه این تیپ دادنه برای ما عادت نیست برای خیلی از ماها و ما بگراند ذهنمون اینو حساب نمیکنه ما فقط اون مبلغی که توی منو میبینیم و حساب میکنیم ضمن اینکه اینجا اون مالیات بر افزوده هم مبلغش کم اصلا کم نیست و تو استان نوروسکوشا ما 15 درصد تکس میدیم یا مالیات میدیم که اونم خوش که مبلغ قابل توجهی یعنی شما فکر کنید 15 درصد تکس میدی 15 درصدم انعام میدی میشه 30 درصد مثلا 30 درصد از یه مثلا رسید رستوران 50 60 دلاری خب بالاخره مبلغ قابل توجهی میشه حالا این تیپ دادن یا انعام دادن خیلی جا با جا فرق میکنه ببینید من تجربه رو داشتم و براتون میگم که سوتی دادم و تیپ ندادم و اینا هیچ کس نمیاد به شما بگه چرا تیپ ندادی یا نمیدونم چشخوره بره پشتش نازک کنه یا با حالت بدی با شما برخورد بکنه اصلا اینطور نیست ولی بعد از یه مدت که اینجا زندگی میکنی و دیگه میشناسی فرهنگو و میدونی که این یه چیز نرمیه و یه چیز روتینیه اینجا خودت حست خوب نیست وقتی که تیپ نمیدی ولی میگم چون هیچ اجباری نیست پشتش و قانون نوشته ای وجود نداره خیلی ها هم تیپ نمیدن مثلا شما وقتی میرید رستوران خب یه سرور دارید یه گارسونی هست که میاد سفارش شما رو میگیره و یه چیزی که اینجا با ایران فرق میکنه اینه که معمولا شما وقتی وارد رستوران یا کافه میشید اون شخصی که میاد سر میز شما منو رو میاره و سفارش رو میگیره بعدش هم غذا رو اون برای شما سرو میکنه مبلغ اون از شما میگیره یعنی دیگه ایشون میشه سرور شما یعنی صرفا همه سرویس های میز شما رو ایشون میده خب تو ایران اینجور نبود یه نفر میومد چیزو ببخشید من فارسی خیلی کم سفارش رو یه نفر غذا رو میورد اینا میدونی چجوری بود دیگه حالا اون سرور میز شما اصلا چی داشتم میگفتم قبلش سن رفته بالا آها ببخشید داشتم اینو میگفتم که شما وقتی که تو رستوران میرید بالاخره اون سرور یا اون گارسون برای شما داره یه زحمتی میکشه دیگه ببره بیاره وسطش بیاد بپرسه چیزی کم و کس ندارین اینا خب مثلا معمولا توی رستورانا چون این خدمات وجود داره آدم تیپ میده و انعام میده و اوکی هم هست ولی یه جاهایی مثل مثلا بستنی فروشی طرف پولو از شما شما ارده رو میدی و پول رو میگیری یعنی پرداخت میکنی این فقط زحمت میکشه میری از زیر دستگاه بستنی رو میگیره میاره میده به شما چه کار داره میکنه واقعا هیچ کار خاصی نداره میکنه واسه همین مثلا من به شخصه وقتی میرم اینجا بستنی فروشی این مدلی که مثلا یه دکه بستنی فروشی بستنی رو میاره میده دست من من بهش تیپ نمیدم خب اینا سلیقه‌ایه و شما نسبت به حس خودتون و خدماتی که گرفتی تصمیم میگیرید که تیپ بدید یا نه و چقدر تیپ بدید ولی خب مثلا به همون بستن فروشی دکه ای مدلی که من تیپ نمیدم خیلی های دیگه تیپ میدن میدونید و یه چیزی هم که هست این موضوع به درآمد شما و اینکه شما دست چقدر بازه برای پول خرج کردن هم بستگی داره مثلا ما خودمون اول که اومدیم کار نداشتیم و درآمد دلاری نداشتیم داشتیم از پس در حقیقت هزینه میکردیم و خرج میکردیم خب تیپ دادن برامون خیلی سخت چون هر هر دلار به دلاری که خرج میکردیم برامون تو ذهنمون میموند که مثلا دلاخره پوله و اون اولش که همیشه هم گفتم تبدیل به ریال هم میکنیم موقع سود میکشه وای چقدر زیاد شد خلاصه اینکه اون اوایل مثلا ما تیپ خیلی نمیدادیم یا اگر میدادیم تیپ کم میدادیم ولی خب وقتی آدم میره سر کار دست بالش باز میشه واقعا میتونه که از پسش هم بر بیاد و دیگه بهشون اونقدر فشار نمیاد این اینکه این یه چیز خیلی مثلا اختیاریه ولی میگم نرم نیست نرم اینه که شما تیپ بدید انعام بدید ما اون اول که اومدیم فکر کنم روزای مثلا دوم سوم بود که رفتیم بیرون اصلا شهر رو نمیشناختیم رفتیم توی داون مرکز شهر داشتیم راه میرفتیم کارامونو میکردیم و خیلی گوش شد گفتیم بریم غذا بخوریم رفتیم توی یه رستوران درش باز بود رفتیم تو رستوران نشستیم و برگر سفارش دادیم و بعد من خواستم دستشویی به گفتم ببخشید من کجا میتونم برم دستشویی صداش بد نشد به خانم گفتم باشه من کجا میتونم برم دستشویی گفت تشریف ببرین ته راه رو با آسانسور تشریف ببرین پایین هتل اونجا دستشویی من تازه فهمیدم ما اومدیم تو هتل نشستیم چه کاری بود روز دوم رسیدن رفتیم تو هتل خلاصه دیگه حالا سفارشمون هم داده بودیم و دیگه دل زدیم به دریا رفتیم من رفتم پایین و برگشتم و و اولی باری هم بود که ما اینجا داشتیم غذا میخوردیم مثلا تو رستوران و بیرون از خونه اصلا حواسمون به تیپ دادن نبود غذامون رو اووردن دیدیم دو تا برگر خیلی خفن خوشگل با یک عالمه سیزن سرخ کرده کنارش تو بشقا آوردن مثلا رستوران پیک بود دیگه مثلا چی میگن اسم مکدونالد اینا نبود هم بودن دست تو سینی پلاستیکی خلاصه ما اینو خوردیم و بعد با رسیدش که آورد سورپرایز شدیم نزدیک 50 دلار پول دو تا دونه همبرگر دادیم که خب اون موقع حساب میکردیم مثلا میشد 500 هزار تومن مخمون سود کشید که چه کاری کردیم و تیپ هم ندادیم وقتی که من پرداخت کردم مبلغ رو پرداخت کردیم اومدیم از سر میز بلند بشیم من احساس کردم که اون خانم سروره یا اون گارسونه یه جوری ما رو نگاه کرد احساس کرد ما واقعا نمیدونیم بلد نیستیم یا مثلا حس پشت نگاهش این بود که چرا تیپ ندادن میگم حالت بدی نگاهمون نکرد ولی حالت نرمالی هم نبود مثلا یه مدلی که چرا اینا این مدلی هم بود شاید فکر میکنم خلاصه اینکه من گفتم واین چرا این مدلی بود و خداویسی کردیم اومدیم بعدا دیدم اوا اینجا باید تیپ بدی به خصوص که حالا مثلا ما رفته بودیم رستوران هتل نشسته بودیم یه چیز مثلا غذای خوب خورده بودیم خب قطعا اونجا ما بعد تیپ میدادیم که خب ما ندادیم و نمیدونستیم این تجربه شد که دیگه هر جا میریم حواسمون باشه و مبلغ تیپ هم حالا گفتم نرمش معمولا 15 درصده ولی همیشه شما آپشن های دارید 10 درصدم هم دارید خیلی جا 18 درصد یا فکر میکنم 20 درصد اینطور هم دارید مثلا اگر بعضی میرن رستوران های خیلی شیک و پیک غذا میخورن خب به همون میزانی که دارن پول غذای قضای... پول بیشتری بابت غذای بهتری و... میدن و غذای گرونتری میخرن خب تیپ بیشتری هم دوست دارن تیپ میدن و خوشبحال اون کسی که اون تیپو میگیره یه نکته هم که بگم کسایی که اینجا تو رستوران و اینو کار میکنن و در حقیقت کار کژوال یا کار جنرال دارن میکنن خب شما میدونید مینیمم ویج میگیرن یعنی حقوق مینیم یعنی میزان حقوقشون پایین ترین مبلغ حقوق تعیین شده از طرف اون استان هستش خب و اون مبلغ خب واقعا مبلغ کافی برای اداره کردن زندگی و اینا معمولا نیست یعنی اگه قرار باشه اون طرف فقط همون حقوقو بگیره خیلی زندگی سخت میگذره خیلی بر مراد بکنه حالا کسایی که کارهای این چنینی دارن که شامل تیپ گرفتن و انعام گرفتن میشه معمولا اون تیپ بین اون افرادی که در اونجا کار میکنن تقسیم میشه و دیگه منیجر و صاحب اون رستوران و اینا که اون پول رو بر نمیدارن و بخش زیادی از درآمد اون افرادی که تو اون رستوران یا اون محل کار میکنن از اون انعامیه که ماها میدیم یعنی من تا جایی که می شنیدم اینجوریه که مثلا کسایی که اونجا کار میکنن اگر مثلا ماهی هزار دلار دارن ثابت از محل کارشون دریافت میکنن ماهی 1200 دلار هزار دلار یا حتی بیشتر از اون مبلغ حقوقی که دارن میگیرن تیپ میگیرن یعنی این انعامه میشه یه بخش زیادی از حقوقشون که روش حساب میکنن و خب مسلما بهتر که اگر میتونیم اون تیپ رو بدیم که اون بند خدا هم حساب کتابشون به هم نریزه همین چه تونتون همه رو گفتم باری کلا فکر کنم همه رو گفتم آره آره همه رو گفتم امیدوارم که وقتی میایید اینجا انقدر دست و بالتون باز باشه و اوکی باشید سر کار زود برید که بتونی تیپ بدید بدونی که بهتون فشار بیاد و هی تو دلتون بگی وای این تیپ دیگه چی بود و امیدوارم این ویدیو به دردتون خورده باشه حالتون خوب باشه عیدتون مبارک باشه این گل صبر حفسین رو بردم اینجا که یه ذره ویدیو خوشگل مشکل بشه و ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنین اگه سوال داشتین کامنت بذارین و کانال رو سابسکرایب کنین نرسی فعلا خدافظ